سلام عرض میکنم. امیدوارم که سلامت باشید. یک نکته ای که لازمه در این ابتدا عرض بکنم این هست که هر اثری رو که در طول این سالها برای تلویزیون ساختم، اما سریال یا هر نوع کار دیگه ای، خالق این آثار من هستم، اما مالک این آثار من نیستم. مالکیت هر اثری که در تلویزیون ساخته میشه، چه توسط من چه دیگران، با سازمان صدا و سیماست و تصمیم برای پخش یا عدم پخش هر برنامه ای هم با صدا و سیماست. یک نکته ای که این روزها خیلی راجبش حرف زده میشه و بر اون تاکید میشه موضوع وطنه، موضوع خاکه، موضوع امنیت ملیه و موضوع تمامیت ارضی. بله، طبیعیه. هر کسی که در این کشور به دنیا آمده، تلاش کرده و رشد کرده، عاشق وطنشه، عاشق امنیتشه و عاشق تمامیت خاکش. کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن تک پاره بخواد؟ کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن از هم گسیخته بخواد؟ قطعاً هیچ ایرانی وجود نداره با هیچ قومیتی و هیچ شکل و شمایلی که در این سرزمین زندگی کرده یا زندگی میکنه و عاشق خاکش نباشه و تمامیت خاکش رو نخواد. این بدیهیه. همه ما عرق ملی از مهمترین مسائلمونه و عرق ملی رو همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت. اما دیگرانی نه از این کشور، دیگرانی نه از این مردم، همیشه خواستن در طول این سالها هر اتفاقی که در این مملکت افتاده رو، اون اتفاق رو، مردم رو و حتی آدمها رو به نفع خودشون مصادره کنن، به نفع خودشون ضبط کنن، اتفاقات، مردم و آدم‌ها رو مال خود کنند. و این خیلی ناجوانمردانه است. بهترین تصمیم رو مردم برای کشورشون می‌گیرند. بهترین تصمیم رو مردم ایران برای کشورشون می‌گیرند. مردم شریف، مردم باهوش، مردم دوست داشتنی. و نکته آخر این که همیشه من با فضای مجازی مسئله داشتم، همیشه در کارها گفتم، سالها گفتم و باز هم میگم، فضای مجازی علاوه بر خوبیهاش مضرات بسیاری هم داره. یک کمی باید مراقب فضای مجازی باشیم، مراقب خودمون باشیم در فضای مجازی. این همه نقل قولهای عجیب غریب، این همه اخبار عجیب غریب، این همه گفته های عجیب غریب و و و هزار چیز دیگه که هم اذیتمون میکنه، هم باعث میشه اشتباه کنیم نسبت به خودمون، نسبت به وقایع، نسبت به آدمها. همین. امیدوارم بهترین برای مردم ایران اتفاق بیفته. امیدوارم به روزهای روشن، امیدوارم به روزهای خوب و حال بهتر،
امیدوارم خداوند همه مردم ایران رو، همه ما رو در آغوش خودش بگیره. متشکرم.